به نام خدا و با عرض سلام به خبر دست طلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: نگرانی اسماعیل خان از اوضاع بد امنیتی افغانستان. آقای اسماعیل میگوید که اگر وضعیت امنیتی افغانستان بدتر شود، مجاهدین باید در برابر طالبان بیستند. اگر وضعیت بدتر از این هم میشه، بازم وارث واقعی شمانیم، باید با کمر همت بلند ببندیم و برای آزادی و امنیت سرزمین فکر کنیم. آمادگی اسلام آباد بر انتقال پاسگاه‌هایش از خاک افغانستان به پاکستان. نظامیان پاکستانی در نشست با نظامیان افغانستان میپذیرند که چندین پاسگاه امنیتی را در خاک افغانستان ایجاد کردند. زنیم که دمونگا پوش کنیم، دمونگا بیا بگیم تاسو که یو اینچ پانده مونگا بزی ویل رسپکت یور تریتوری انتگریتی هستی دا افغانستان کمر تریتوری انتگریتی دا دمونگا پر اغازون ضروریه لگه سنگه چستان دمونگا پر خل زور. پیام عالمان دین به شهروندان: برای آینده بهتر در انتخابات پارلمانی شرکت کنید. ماکلینو نمایندگی با بیا دغه اشخاص کوي چې هلته ورځي، هغه به د تاسو په رایه باندې ورځي. و وضع محدودیت ها برگشت و گذار دیپلومات های پاکستانی در ایالات متحده امریکا. من فاد امان هستم. محمد اسماعیل میگوید که حکومت توان دفاع از کشور را ندارد و اگر وضعیت بدتر شود، مجاهدین باید در برابر طالبان بیستند. آقای اسماعیل خان در سال روز پیروزی مجاهدین میگوید که مجاهدین وارثین اصلی افغانستان هستند و تاکید می‌ورزد که خلع سلاح مجاهدین از سوی حکومت و امریکا یک اشتباه بود. 29 حمل یا آنچه روز پیروزی مجاهدین در هرات خوانده می شود. محمد اسماعیل خان می گوید که بیش از 50% خاک کشور در دست طالبان است و علت اصلی آن به انزوا کشیده شدن مجاهدین بوده است. طالبایی که تمام رهبریت، قماندان ها و بزرگای اینا هم زنده بودند و از هرات الى فرار رفته بودند، از کابل الى میدان وردک و از قندهار الى اورزگان، پس سازماندهی کردند. اشتباه امریکایی‌ها و حکومت افغانستان این شد که امروز بیش از 50% سرزمین ما به دست طالب و طالب به یک قدرت منظم و با جنگ جبهوی حتی باعث سقوط ولایت میشه. محمد اسماعیل خان خطاب به هوادارانش و مجاهدین میگوید که در صورت بدتر شدن اوضاع امنیتی باید آماده دفاع از کشور باشند. اگر وضعیت بدتر از این هم میشه، بازم وارث واقعی شمانیم، باید با کمر همت بلند ببندیم و برای آزادی و امنیت سرزمین فکر کنیم. مردم هرات قاطعانه از نظام جمهوری اسلامی افغانستان دفاع می نمایند. این سرزمین سرزمین مجاهدینه و هیچگاه هویت جهاد از این سرزمین نمیتونن خط بزنن. این گفته ها در حال ابراز می شوند که محمد اسماعیل خان پیش از این گفته بود که حکومت و جامعه جهانی باید زمینه گفتگو میان طالبان و مجاهدین را فراهم بسازد. شمار از عالمان دین در گردهمایی در کابل از شهروندان کشور می خواهند که برای آینده بهتر و انتخاب شخصیت های وطن دوز به پارلمان کشور به مراکز رایدهی بروند و نام هایشان را ثبت کنند. این عالمان دین که در یک مدرسه در شهر کابل گرد آمده بودند، تاکید می ورزند که آینده افغانستان با دستان خود افغان ها ساخته خواهد شد و باید شهروندان کشور برای آینده بهتر تلاش ورزند. این عالمان دین و دانش آموزان یک مدرسه علوم دینی در این مدرسه در شهر کابل گرد آمدند و بر برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه تاکید می‌ورزند. برخی از این عالمان دین از شهروندان کشور می‌خواهند که برای آنکه بتوانند چهره های خدمتگزار و صادق را برای عضویت مجلس نمایندگان انتخاب کنند، با مرکز های رایدهی بروند و ثبت نام کنند. د تاسې قوانین له دې ځای نه پاسېږي، د تاسې د حکومت نظارت بیا له دې کوره کېږي، د تاسې د ماکلینو نمایندګي به بیا دغه اشخاص کوي چې هلته ورځي، هغه به د تاسو په رایه باندې ورځي. در همین حال این عالمان دین میگویند که در حال حاضر زمینه آموزش های علوم دینی به گونه بی پیشینه در داخل کشور فراهم شده است
و نیازی نیست دانش آموزان افغان برای فراگیری آموزش های علوم دینی به مدرسه های بیرون از کشور بروند. در مدرسه در زمانگا استاس و عزت ده، در زمانگا استاس و حیا ده، در زمانگا استاس و فخر ده، در زمانگا استاس و ده کمال او ده سعادت عظیم سبب ده. ده عظیم نړیوال جامعین ده، الله تعالی ده طول دنیا علماء و الله تعالی استفاده ده دیزه ده چینی ده علوم روانی کی. این علمان دین بر همبستگی و اتحاد شهروندان کشور تاکید می‌ورزند و می‌گویند که یک جا شدن شهروندان کشور و پشتیبانی آنها از برنامه‌های بزرگ ملی افغانستان را به سوی ثبات و ترقی خواهد برد. برای بحث بیشتر در این باره نعیم نظری فعال مدنی برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای نظری. در پیوند به انتخابات آینده پارلمانی، سوالی را که مردم افغانستان می‌خواهند پاسخش داشته باشند یا است که میگن در شرایطی که نسبت به شفافیت انتخابات اعتماد وجود نداره و مردم افغانستان از عملکرد نماینده هایشان در مجلس، نماینده های کنونی هم خاطره خوش ندارند، چرا باید در انتخابات آینده شرکت کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بیننده محترم تلویزیون. اساسا در یک نظام دموکراتیک میتونه دو گونه اداره وجود داشته باشه، یک اداره که بر اساس یک تخصص شکل میگیره، یک نهاد ممثل اراده جمعی. برای نهادهایی که به نام نهادهای ممثل اراده جمعی یاد میشه انتخابات را اندازی میشه، برای بستهای دیگه که به گونه تخصصی باید کارهای خود پیش ببره، برای اونها یک پروسیجر دیگه داره که باید تایید بکنه. مثلا پست طبابت یک پست است که نمیشه با انتخابات ما از میان یک تعداد افراد یک دکتر انتخاب بکنیم. او باید پروسیجر خود طی کرده باشه و آموزش دیده باشه و بالاخره دکتر شده باشه. اما در نهادهای ممثل اراده جمعی باید انتخابات را اندازه شده و جمع تصمیم بگیره در این رابطه. طبعا انتخابات باید بسیار شفاف باشه، فراگیر باشه و معیاری را اندازه شده و از هر گونه تقلب به دور باشه. وقت شک و شبهه های وجود داره که گویا انتخابات همراه با تقلب خواهد بود، در این صورت باز هم نظارت گسترده مردمی میتونه جلوگیری بکنه از تقلب در انتخابات. رای حل این است که ما از انتخابات کناره بریم یا به اصطلاح در پروسه های دموکراتیک ملی سهیم نباشیم. رای حل ایست که ما بسیار پرشور در انتخابات اشتراک بکنیم و یک نظارت بسیار کامل و خوب از طرف نامزدهای اون انتخابات، از طرف نهادهای جامعه مدنی، از طرف رسانه ها وجود داشته باشه. یعنی رای حل ایست که ما باید پرشور اشتراک بکنیم و نظارت بسیار دقیق داشته باشیم. در این پیوند باز هم مردم افغانستان میخواین البته پاسخ سوال دیگر داشته باشند. شما به فایده های اشتراکشان در انتخابات پارلمانی بیشتر صحبت کردین، اما میخواین که اگر در انتخابات شرکت نکنن چی ضرر به مردم خواهد رسید، به افغانستان خواهد رسید؟ اساسا ما یک ساختار داریم به نام ساختار شورای ملی که باید با انتخابات راندازی شود. اگر مردم با انتخابات مشارکت بسیار گسترده نداشته باشه، یک رکن بسیار مهم دولت که شورای ملی است، اون نمیتونه دارای مشروعیت باشه. بنابراین مردم با اشتراک گسترده در پروسه های انتخاباتی و دموکراتیک میتونه مشروعیت بخش دولت شمرده شود و دولت باید تحت بخش های دیگه دولت باید تحت نظارت دقیق نماینده های مردم قرار داشته باشه. یعنی اگر ما یک پارلمان مشروع، یک پارلمان کارآمد و یک پارلمان برآمد از آرای مردم داشته باشیم، نظارت بر کارهای حکومت هم میتونه جدیتر مطرح شود و میتونه عرضه خدمات خوب در این صورت برای خود شهروندان صورت بگیره. مردم میگن که اراده جمعی اصلا نقش نداره در شکل دادن پارلمان. در چنین یک وضعیت چگونه شما با اطمینان گفتم میتونه که اراده جمعی در شکل دادن مجلس نمایندگان در آینده مؤثر خواهد بود یا نقش خواهد داشت؟ این انتخابات به تناسب انتخابات های گذشته یک فرق بسیار عمده داره. ترتیب لیست رای دهنده ها که میتونه شفافیت را تا حد بسیار بالا تضمین بکنه. مثلا در یک سایت وقت اشتراک نکنه شهروندا، تعداد اشتراک کننده در اونجا معلوم است، کیها در اونجا بر رای دادن در روز انتخابات میاد معلوم است. این میتونه شفافیت تضمین بکنه. بنابراین شهروندای افغانستان باید به شکل گسترده پای صندوق های رای بره و در قدم اول باید ثبت نام بکنه، بعدا پای صندوق های رای بره و نماینده های دل های خود انتخاب بکنه. و بدیل برای انتخابات هم وجود نداره. هیچ بدیلی دیگه به جای انتخابات نمیتونه وجود داشته باشه. ممنون از حضورتان در برنامه. نعیم نظری فعال مدنی. تشکر. نظامیان پاکستانی در
دومین نشست مشترک با نظامیان افغان میپذیرند که چندین پاسگاه امنیتی را در خاک افغانستان ایجاد کردند. در این نشست نظامیان افغان از نظامیان پاکستانی خواستند تا پاسگاه‌هایشان را به خاک خودشان انتقال بدهند، خواسته که از سوی نظامیان پاکستان پذیرفته شد. در این نشست نظامیان افغان انگشت انتقاد را به نظامیان پاکستانی بلند می‌کنند و می‌گویند که نظامیان پاکستانی چندین پاسگاه امنیتی را در خاک افغانستان ایجاد کردند. هیله می داشته چې کوشش وکړو چې دغه ستر خبرې چې موږ سریعتونه پورته دي هغه خپل مشرانو ته پرېږدو. کوم چې موږ تاسې وظیفه ده، موږ تاسې باید خپل مملکتو ته، خپلو خاورو ته، خپل مشرانو ته ښه ذهنیت ورکړو. اما نظامیان افغان از نظامیان پاکستانی میخواهد که پاسگاه‌هایشان را به خاک خودشان انتقال بدهند. هغه پوسته چی دی؟ دغه دوه پوسته فکر کوم چې د هغه نه د زیرو خط نه دغه ته دی. نو هغه وګورو ډېر ښه خبره دی، زه موافق یم. کله تاسو وګورئ بیا به یو څه جان لاړ شو. از سوی دیگر هیئت گفتگو کننده پاکستانی در این نشست میپذیرد که نظامیان پاکستان به خاک افغانستان تجاوز کردند. زنیم که زمونگا پوست کهی نمونگی بیا بگی تاسو پا یو اینچ پانده مونگا بی ویل رسپکت یو تریتوری انتگریتی اگردی در افغانستان کمر تریتوری انتگریتی زمونگا پراغت بونا از سوی دیگر والی پکتیا میگوید که به پاکستانیان اطمینان می‌دهد که هیچگاه از خاک افغانستان به ضرر پاکستان استفاده نخواهد شد. هیچ کلمو کوچه تعرض نکو، بلکه هغه خپل ولس ګرنو هغه څه څومره د مختوانه د همکاري وسره کو. در پایان این نشست رئیس هیئت گفتگو کننده پاکستان از نظامیان افغان خواست تا نظامیانی که 3 روز پیش در نبرد از سوی نظامیان افغان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست بازداشت شدند دوباره به پاکستان بسپارند. قرار است معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به روز چهارشنبه هفته آینده از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شود. در همین حال شمار دیگر از اعضای مجلس نمایندگان این تصمیم کمیته رؤسا را نادرست و خواستهای شخصی برخی از اعضای مجلس میدانند و هشدار میدهند که به هیچ کس اجازه استیضاح رئیس امنیت ملی را نمیدهند. معین وزارت دولت در امور پارلمانی نزدیک به 50 تن از اعضای مجلس نمایندگان امضا گرد آوری کردند تا معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی را گویا از بحر کمکاری هایش استیضاح کنند. به حیث اجندا از طرف 48 تن از اعضای ولسی جرگه به حیث متقاضیان استیضاح از اکس امضا کردند، مطابق اصول وظایف داخلی به هیئت اداری تسلیم دادند. ای به بررسی گرفته شد که امضایشان صحت است، نصاب لازم اونا دارد. بعد از رگیری باز اعتراضات میشه. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان هشدار میدهند که به هیچ کسی اجازه استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی را نمیدهند. پلار نیست که ولی که چو کهی دا گاز دا میدن که پایلو چی کهی که کشت خون کهی که لندگاری کهی تشکر یه چه تا دا اجازه نور کن که دو زور خبری دلتا یه چو کم زوری ندی او که دو قانون خبری باید طول دو قانون مطابق خبال عملو کن. 5 نفر موافق بود به استیضاح، 12 نفر دیگه موافق نبود. اما اکنون پرسش اینجاست که چرا استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی در میان شماری از اعضای مجلس نمایندگان واکنش برانگیز شده است؟ استجواب استیضاح و امثال هم حق قانونی و مسلم است، اما از این به عنوان یک منافع شخصی مخالف و موافقش استفاده میکنه. شماری از اعضای مجلس در روزهای اخیر علت گسترش حمله های هراس افغانانه در کشور با ویژه پایتخت را کمکاری های رئیس عمومی امنیت ملی گفتند، اتهامی را که معصوم استانکزی به بنیاد خوانده است. تا لحظات دیگر جنجال بر سر واگذاری مدیریت مکتب‌های افغان ترک به دولت ترکیه. وزارت معارف از بسته بودن بیش از 1000 مکتب در سراسر کشور خبر می‌دهد. تلاش‌های این وزارت در سال روان میلادی برای بازگشایی این مکتب‌ها تا اکنون به نتیجه بودند. از این میان تنها در ولایت کندوز از میان بیش از 500 مکتب 300 مکتب برای دانش آموزان بسته هستند. در همین حال یک نماینده غور می‌گوید که 130 مکتب در بخش‌های زیر نفوذ طالبان با شرط معتمد شدن شیوه پرداخت تنخواه آموزگاران فعالیت می‌کنند.
خانواده های دانش آموزان مکتب های افغان ترک به حکومت هشدار می دهند که در انتقال مدیریت این مکتب ها از دور کار نگیرد. این خانواده ها می گویند که حمله گروهی نیروهای امنیتی همراه با کنسول ترکیه در یکی از مکتب های افغان ترک در ولایت بلخ جنایت است. معاون مکتب های افغان ترک این کار را غیر قانونی و بدون آگاهی از پیش می داند و از حکومت افغانستان می خواهد تا به این مسئله از راه های قانونی رسیدگی نماید. برای میمون نخواسته. این ویدیوها جریان رفتن کنسول ترکیه را با شماری از نمایندگان وزارت معارف و مسئولان امنیتی در دهلیزهای مکتب افغان ترک مزار شریف نشان می‌دهد. می‌خواستند مدیریت مکتب را به زور به تصرف خود بیارن بدون اطلاع قبلی و یا بدون مکاتبه و غیره. با واکنش شدید از اونا مواجه شدن و در این بین شاگردها وحشت زده شده بودن، اونا به پایین آمدن و سر و صدا ایجاد شد و درگیری های لفظی فکر میکنم پیش آمد. خانواده های دانش آموزان مکتب های افغان ترک این کار مسئولان ترک و حکومت افغانستان را غیر اخلاقی و مخالف قانون میدانند. در داخل چوکات قانون و در داخل حدود برادری افغان و ترک ما مقاومت تا آخر انشاءالله کامیاب میسازیم. دا عمل قابل ده شرم دی چی چنگ یو سرباز دا مکتب پا حریم داخلی جی یا دنجون پر لیلیه داخلی جی یا متاسفانه دا ترکیه حکومت دا کنسلگری موتر مسلح زی پا مکتب بایدین نوزی. این خانواده ها حکومت را به زمین سازی این حمله متهم میسازند. مردا قرارداد لرو نسل ویشت کال مردا اینجو د افغان حکومت سره دا مر قرارداد لرو هشدارنامه است با حکومت افغانستان و حکومت ترکیه، لطفا بر مصائب ملت بیش از این نیفزاین و راههای حل قانونی موزل را جستجو کنید. در حدود دو ماه پیش حکومت افغانستان مسئولیت مکتب های افغان ترک را به حکومت ترکیه سپرد. ما همراه کنسول ترکیه و مقامات افغان به مکتب افغان ترک مزار شریف رفتیم. عصر رفتیم تا با اولیای دانش آموزان صحبت کنیم. فقط دو نگهبان کنسول ترکیه با ما بودند. هدف ما گفتگو با خانواده های دانش آموزان و خود دانش آموزان بود. اما شماری از دانش آموزان بی‌نظمی کردند و شیشه ها را شکستاندند. مکتب های افغان ترک از 23 سال بدین سو در افغانستان فعالیت دارند. در حال حاضر در حدود 6000 دانش آموز در 12 مکتب افغان ترک در کشور سرگرم دانش آموزی هستند. تا لحظات دیگر. پیامت های بارش باران در پایتخت از امیدواری به تقویت آب های زیرزمینی تا ایجاد چالش ها در برابر شهروندان. نهاد توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا تشبثات زیر مالکیت زنان را در افغانستان حمایت های مالی و فنی می کند. در نشست ملی زنان بازرگان که به هدف شناسایی چالش ها فراراه زنان متشبث راه اندازی شده بود، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بر ظرفیت سازی زنان در بخش های اقتصادی تاکید می ورزد و می گوید که سرمایه گذاری زنان در بخش های تولیدی می تواند در ثبات آینده کشور نقش مهمی داشته باشد. اصولا هم مسئولان نهاد توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا می گوید که در بخش توانمندسازی اقتصاد زنان برنامه های گوناگونی را آغاز کردند. باران‌های اخیر در پایتخت در کنار امیدواری‌ها برای تقویت آب‌های زیرزمینی، باشندگان پایتخت را با چالش‌های گوناگون روبرو ساخته است. شمار از باشندگان پایتخت می‌گویند که نبود آبرفت‌های معیاری و غیر معیاری بودن جاده‌ها در بسیاری از بخش‌های پایتخت سبب شدند که در بسیاری از جاده‌های پایتخت دند آب‌ها ایجاد شود. آنان از شهرداری می‌خواهند که در کنار حل این مشکل، کار پروژه‌های جاده‌سازی را با جدیت به پیش ببرد. در یک هفته اخیر باران های پی هم و همه روزه گذشته از چالش های دیگر رفت و آمد را در بخش های از پایتختش بسخته است. هرچند شهرداری کابل از 17 سال بدین سو برای جلوگیری از دنداب ها در میان جاده ها و سرعت کار شمار از پروژه های مهم در پایتخت وعده کرده است، اما دیده می شود که در حال حاضر حتی جاده های مهم در پایتخت نیز با بارش باران برای رفت و آمد مردم دشوار گذر می شود. دست ما تاسی وزگوری چی در سرکونه دو بوز خدک دی پدرون هم دو بو ندکتی به بسیار مشکلات این مردم گرفتار است دیگر
در سرکای بری طرفای کارتنو بری یک دو متر سه متر خواه از سوی همشمار از باشندگان پایتخت میگویند که حکومت در حل مشکلات شهری نتوان است. آنان میگویند که در کنار دنداب ها در میان جاده ها نبود زیربناهای ترانسپورتی از دیگر مشکلات آنان است. ما هر روز که از ساحه دیمازنگ تیر میشیم چی موتر چی پیاده و چی بایسکل دو را بسیار حوزیات است و مانع رفت آمد موتر میشه. با تماس های مکرر موفق به دریافت نظر شهرداری در این باره نشد. با هزینه میلیون ها دلار در سالهای گذشته به خاطر ساخت و ساز جاده ها و آبرفت ها در پایتخت، مشکل دند شدن آب ها بر روی جاده ها هنوز هم حل نشده است و ریاست تنظیف کابل که در این ساحه موقعیت داره نیاز داره که به خاطر جمع‌آوری آب های این ساحه مثل از این واترپمپ چندین واترپمپ دیگر را به کار پرته تا که آب باران از روی جاده ها جمع کنند. ذبیح الله جهانمل، تولو نیوز، کابل. تا لحظات دیگر. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زود هنگام در ترکیه. ایالات متحده آمریکا بر گشت و گذار دیپلمات‌های پاکستانی در این کشور محدودیت‌هایی را وضع کرده است. بر بنیاد این محدودیت‌ها دیپلمات‌های پاکستانی در سفارت این کشور در واشنگتن و قنصلگری‌های آن در شهرهای دیگر آمریکا نمی‌توانند تا بیشتر از 40 کیلومتر از محل کار و زندگیشان دور شوند. برای رفتن به مکان‌هایی که فاصله بیشتر از 40 کیلومتر دارند، این دیپلمات‌ها باید اجازه حکومت ایالات متحده آمریکا را دریافت کنند. پیش از این مقام‌های پاکستانی محدودیت‌های مشابه را بر دیپلمات‌های آمریکایی در پاکستان وضع کردند و هدف از آن را حفظ امنیت آنان گفتند. ترکیه انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور را در یک روز برگزار می کند. رئیس جمهور ترکیه می گوید که برگزاری این انتخابات های زود هنگام برای نظام سیاسی این کشور یک نیاز است. رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه و پس از گفتگو با بزرگترین رهبر حزب ملیگرای ترکیه از تصمیم حکومت این کشور برای برگزاری انتخابات های زود هنگام خبر می دهد. پیش از این دولت بایچلی به گونه نامنتظره خواستار برگزاری انتخابات های زود هنگام شده بود. ülkemizin geleceğine yönelik kararların ما تصمیم گرفتیم که انتخابات ها در روز یک شنبه 24 جون سال 2018 برگزار شوند. رئیس جمهور ترکیه می گوید که نخست برگزاری انتخابات ها برای ماه نوامبر سال 2019 میلادی طرح ریزی شده بود، اما نیاز برای تغییر نظام حکومتی این کشور از ریاستی به پارلمانی برگزاری انتخابات را زودتر از آن تاریخ با یک نیاز مبدل ساخته است. ادامه خبرها در طلوع نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان. در طلوع سرخط خبرها، نگرانی اسماعیل خان از اوضاع بد امنیتی افغانستان. آقای اسماعیل میگوید که اگر وضعیت بدتر شود مجاهدین باید در برابر طالبان بیستند. اگر وضعیت بدتر از این هم میشه بازم وارث واقعی شمانیم، باید با کمر همت بلند ببندیم و بر آزادی و امنیت سرزمین فکر کنیم. آمادگی اسلام آباد بر انتقال پاسگاه‌هایش از خاک افغانستان به پاکستان. نظامیان پاکستانی در نشست با نظامیان افغان میپذیرند که چندین پاسگاه امنیتی را در خاک افغانستان ایجاد کردند. پیام عالمان دین به شهروندان برای آینده بهتر افغانستان در انتخابات شرکت کنید.
تاسې د معاکلینو نمایندګي به بیا دغه اشخاص کوي چې هلته ورځي هغه به د تاسو په رایه باندې ورځي. و وضع محدودیت ها برگشت و گذار دیپلمات های پاکستانی در ایالات متحده آمریکا. چگونگی گرد آوری آمار ثبت کنندگان برای انتخابات نگرانی های را برانگیخته است. نهادهای ناظر بر انتخابات و نیز برخی از نمایندگان احزاب سیاسی میگویند شیوهی را که کمیسیون مستقل انتخابات به کار انداخته است شفاف نیست و گرد آوری آمار ثبت نام کنندگان با این شیوه قابل اعتبار نیست. نهادهای ناظر بر انتخابات و نمایندگان احزاب سیاسی تاکید می‌ورزند که برای دست یافتن به آمار دقیق ثبت نام کنندگان باید سیستمی وجود داشته باشد. بر بنیاد تازه ترین آمار داده شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در چهار روز نخست روند ثبت نام های رای دهندگان بیش از 76,000 تن در سراسر کشور ثبت نام کردند. در این میان روند گردآوری آمار ثبت نام کنندگان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات با انتقادهای روبرو شده است. میتونستن که اینها یک دیتابیس جواب بکنن، دیتابیس مستقیما رب پیدا کنن به وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات و از این طریق مردم بدانن که در کدام ولایت در مجموع همون روز چند نفر ثبت نام شده و با تفکیک زن و مرد. زمانی که یک پروسیجر، یک مکانیزم درست و خصوصا مکانیزم تکنیکی درست نبوده باشه، ما هیچ گونه به شفافیت ارقام ها باور کرده نمیتونیم. اما شیوه گردآوری آمار ثبت نام کنندگان گونه است که مسئولان مرکزهای ثبت نام در پایان هر روز آمار ثبت نام کنندگان را به دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات می دهند. سپس دفترهای ولایتی کمیسیون این آمارها را با ایمیل و گاهی هم با تلفن به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات می رسانند. به خاطر از اینکه ما آمار بیشتر نشان بدیم به دروغ رو نیارن، اگر یا از امروز به دروغگویی خود عادت بدن طبیعی است که یک انتخابات خوب نمی داشته باشیم. از طریق تعداد ثبت شده از روی کتاب بله تا به حال گفتم به نسبت نبوده منابع و افزار و امکانات به این شکل راپورت داده میشه. چگونگی نگهداری کتاب‌های ثبت نام رای دهندگان و احتمال دست برد بر این کتاب‌ها از دیگر نگرانی هاست. وضعی هست که کتاب‌ها در مراکز دوردست میمانه برای از اینکه پس آمدن و یا رسیدن به مرکز ولسوالی زمانگیر هست، ممکن هم نیست. در این دغدغه و تشویشتون بجا هست. برگزاری شفاف انتخابات های در پیش یگانه گزینه برای برگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به مردم سالاری در کشور دانسته می شود. جنرال عبدالرازق فرمانده پلیس ولایت کندهار از مردم میخواهد که برای انتخابات نمایندگانشان انتخاب نمایندگانشان در مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کنند. جنرال رازق همراه با همسرش در یکی از مراکز ثبت نام در ولایت کندهار ثبت نام کرد و برگزاری انتخابات پیشرو را متفاوتر نسبت به گذشته میداند. در همین حال رئیس و شمار از اعضای مجلس نمایندگان از حضور کمرنگ مردم در مراکز ثبت نام ابراز نگرانی میکنند. فرمانده پلیس کندهار که همراه با همسرش در یکی از مرکزهای ثبت نامهای رای دهندگان آمده است از مردم میخواهد که نامهایشان را ثبت کنند و به گونه گسترده در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها شرکت کنند. در پروسه انشاءالله در ډیر ځای شفاف ده او د خلکو سم غوښتنه داده که دکاندار دی که ټکسیوان دی که بزګر دی که ار د دې ولس خلق دی د کندهار دلته څلور میلیونه نفوس دی په اشاریه بالا نو دوی به چې ټوله راشي ثبت نام وکړي. فرمانده پلیس کندهار میگوید که کسانی که برای انجام کارهایشان به نهادهای امنیتی میروند باید مهر تایید شده کمیسیون مستقل انتخابات در شناسنامه هایشان دیده شود. موږ ټول امنیتي ارګانو ټول ادارو ته ویلي دي چې دوی نسي کولی چې د ثبت نام کارت دسکره ونه لري چې یو ادارې ته مراجعه وکړي د عریضې دپاره یا دلته په دې منطقه کې کار وکړي هر سړی باید چې تشخیص سي معلوم سي چې دا د وطن سړی دی خپله دسکره او ثبت نام بچولی.
در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات را به کمکاری در ارائه معلومات و آگاهی عامه از روند ثبت نام و برگزاری انتخابات متهم می‌سازند. کمیسیون مستقل انتخابات در پنجمون به برگزاری انتخابات یک برنامه آگاهی دیر داشته باشد. روند ثبت نام بسیار با کندی به پیش میره و بسیار با سختی به پیش میره و خصوصا خانم‌ها نقششان در روند ثبت نام بسیار کم رنگ است. مردم در این پروسه اوقدر آگاهی هم نداره. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات کمکاری ها در کار ارائه آگاهی آمرا در روند ثبت نام های رای دهندگان میپذیرد و بر رسیدگی به این موزل تاکید میورزد. اعلانات همش از طریق پروژه UNDP اجرا میشه. زیاد در کنترل ما نبوده و فراموش نمی کنیم که اندک تصمیم گیری ها هم کنتر بتیتر صورت گرفته. کمیسیون مستقل انتخابات از روند کنونی ثبت نام رای دهندگان خوشنود نیست و تاکید می‌ورزد که در صورت نیاز روند ثبت نام رای دهندگان در مرکزهای ولایت‌ها تمدید خواهد شد. مقام‌های محلی ولسوالی اوبای ولایت هرات از گسترش ناامنی‌ها در این ولسوالی نگران هستند. ولسوالی می‌گوید که هرات افغانان در ماه‌های اخیر فعالیت‌هایشان را در این ولسوالی گسترش دادند. رحیم الدین سروری میگوید که کمبود تشکیلات نیروهای دولتی سبب گسترش فعالیت‌های هراس افغانان شدند. نگرانی‌ها از گسترش فعالیت‌های هراس افغانان در ولسوالی اوبه ولایت هرات. ولسوال این ولسوالی میگوید که نبود نیروهای کافی در این ولسوالی سبب شدند تا هراس افغانان فعالیت‌هایشان را در این ولسوالی گسترش بدهند. 200 نفر یا بیش از 200 نفر که در ولسوالی اوبی مخالف داریم با ولایت بادغیس و قور و ولسوالی فرسیم مرز دارند که مبادا اونها یه وقت حملات تهاجمی خود پلان کنند. ولسوال اوبه هم مرز بودن این ولسوالی را با ولسوالی های ناامن ولایت بادغیس از عوامل دیگر حضور هراس افغانان در این ولسوالی میداند. ولسوالی اوبی از لحاظ موقعیتن چون با ولسوالی چشت هم مرزه و مخالفین همیشه کوشش کردن که خود به یک شکل از اشکال به ولسوالی چشت نزدیک کنه و در قسمت چون بند سلما هست، بحث بند سلما مطرح هست. در همین حال مقام های محلی هرات نگرانی ولسوال اوبه را برجا میدانند و میگویند که عملیات زمینی و هوایی به زودی در این ولسوالی آغاز خواهند شد. در سفری که در روزهای آینده وزیر امور داخل به ولایت هرات خواهد داشت، مشکل کمبود امکانات و تجهیزات نیروهای امنیتی به گونه جدی مورد بحث قرار بدن و بتانند قناعت و رضایت از اونها به خاطر افزایش تشکیلات و توزیع بیشتر نیروهای امنیتی، چه پلیس مردمی، چه نیروهای پخیزش مردمی از هر حوزه ساحه که نیاز باشه، ما بتانند بخشی از تهدیدهایی که وجود داره اینا کاهش بدیم از بین. در همین حال باشندگان هرات میگویند که حضور هراس افغانان در بخش های گوناگون به ویژه در ولسوالی های این ولایت در ماه های پسین افزایش یافتند و نیز از چند به این سو ترور، قتل و اختطاف ها در ولایت هرات افزایش یافته است. در درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در ولایت بدخشان دو تن از اعضای یک خانواده جان باختند و یک تن دیگرشان زخم برداشتند. اعضای این خانواده در هفته پیش در روستای فرغامیر ولسوالی جرم کشته و زخمی شدند. کیمیاگل دختر 18 ساله است که بی خبر از آن که مادر و خواهرش دیگر با او نیست، اکنون در بیمارستان ولسوالی بهارک زیر درمان قرار دارد. میرالله تنها مردی که از این خانواده زنده مانده است. میگوید که تمامی اعضای خانواده اش از زیر خمپاره های نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان جان سالم به در برده است. میرالله در این حمله همسر و دخترش را از دست داده است. او که با وقوع این رویداد تکان دهنده حالت روحی اش بر هم خورده است، پایوازی کیمیاگل دختر زخمی اش را در بیمارستان ولسوالی بهارک به برادرش سپرده است. اثر عملیات های دولت، یکی ای زنی همه که خدمونه تا خوارش زنش دختری 15 ساله ما ایدست دادگیستیم، شهید شدگیست. دیگه یک شو آوردیم در اینجا، اینه در شفاخانه بارک، اینه اینجا بیسر است. ما دیگه هنوز هم همیتون مشکلات ها داریم دیگه. کیمیاگل بی خبر از آن که مادر و خواهرش دیگر با او نیست، برای بهبود وضع بهداشتی و رسیدن با آغوش گرم خانواده لحظه شماری میکند. فامیلای ما بقیه اش دمیست که پاچه اگ اندازی و حساب غریبا
اگر اندازی غریبا برآمده در پوچکو که حالت اونا را خودشان و خدا میفهمه که و اونا کسی دسترسی کسی نه میتونه و نمیتونه دیو با خدا و خودشان منم است نه منطقه تاجیک هست میزنه اینا اونایی برا میزنه اینا او برا میزنه دو طرفه میزنه. مسئول بیمارستان ولسوالی بهارک میگوید که کیمیاگل از ناحیه گردن و پای زخم برداشته است و حالت بهداشتیش خوب است. مریضای ما به نام کیمیاگل به تاریخ 10/1/1397 به شفاخانه ما آورده شده. زمانی که آمدن وضعیتشون اینقدر خوبی نبود. فعلا به اثر سعی و تلاش متخصص جراحی عمومی، نرس‌های زنانه ما و آمریت شفاخانه ما فعلا وضعیت خیلی خوب است. باشندگان محل میگویند که ساکنان روستای فرغامیرو در وضعیت بد زندگی به سر میبرند و شمار زیادی از آنها در پی افزایش حمله های توپخانه‌ای به ولسوالی های همجوار و مرکز این ولسوالی آواره شدند. باشندگان و نمایندگان لوگر در شوراهای ملی و ولایتی مهر زدن را در شناسنامه‌های کاغذی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به انتقاد می‌گیرند. آنان می‌گویند که از یک سو گسترش نمایندگی‌ها و از سوی دیگر فعالیت‌های طالبان سبب شدند تا آنان نتوانند که بر شناسنامه‌های برقی‌شان نشانه بزنند. آنان می‌گویند که به همین منظور تا اکنون کمتر از باشندگان این ولایت به مرکزهای ثبت نام رای دهندگان رفتند. در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات این مشکل باشندگان لوگر را میپذیرند. کتاب تازه اسماعیلیون به نام گفته های ارگ امروز رونمایی شد. در این کتاب چگونگی حضور بیش از یک دهه جامعه جهانی و سرمایه گذاری های بزرگ بازی هایی که در درون و بیرون از حکومت جریان دارد پرداخته شده است. آقایون میگوید که با نگشتن این کتاب خواسته است تا حقایق و ناگفتنی های ارگ را به نسل کندی و نسل های بعدی انتقال دهد. پایان خبر ده. پس از وقفه کوتاه خبرهای ورزشی تقدیم می شود. خداوند نگهدارتان. مونا امینی میلی پوش تیم ملی فوتبال کشور در سال 1361 هجری خورشیدی در یک فامیله ورزش دوست در کابل به دنیا آمده است. آماده می شود تا برای رسیدن به آرزویش که همانا بازی کردن در تیم‌های معتبر اروپایی و به دست آوردن افتخارات به تیم ملی است روانه تمرین فوتبال شود. مونا نخستین دختری که در سن پایین تانسته عضویت تیم ملی بزرگ سالا را بگیره. شوق علاقه من از 5 سالگی بود که بسیار زیاد شوق علاقه به فوتبال داشتم و از اون سن اما تو می آمدم شوقم زیاد بود فوتبال بازی میکردم پدر جانم در تمرینات خود می آورد. مونا جان 8 ساله بود که من توانستم که استعدادش را کشف کنم. اینجا باشگاه فوتسال آسمایی است، جایی که یک روز در میان با همتیمی هایش زیر نظر پدرش تمرین فوتسال می کند. مونا امینی نخستین های فوتبال را در سن 8 سالگی زیر نظر پدرش که مربی دروازه‌بانان تیم ملی 19 سال کشور نیز می باشد آغاز کرد. او در سن 10 سالگی بعد از درخشش در لیگ برتر فوتبال بانوان و کسب عنوان بهترین بازیکن و تیم ملی ردسینی دعوت شد. فعلا در تیم فوتسال آسمایی بازی میکنم و در فوتبال باشگاه استقلال که کاپیتان هم باشگاه استقلال میباشم و هم کاپیتان باشگاه آسمایی.
مونا که کاپیتان تیم ملی عبدالسال در رقابت‌های سوپروتو کپ بود، در سال 2016 توانست تیمش را تا مرحله نیمه نهایی برساند. با اینکه یک باخت داشتیم متاسفانه حذف شدیم. مثلا اگر دو برد می داشتیم راهی به دور دیگه می رفتیم. مونا در برنامه رقابتی شوت برای آینده بهتر که از سوی فدراسیون فوتبال در سال 2017 برگزار گردیده بود، توانست عنوان بهترین بازیکن را به دست بیاورد و از همین رو از سوی اکادمی آرسنال در شهر هند برای یک دور تمرینات دعوت گردید. او پیش از این در سال 2016 نیز به این اکادمی دعوت گردیده بود. برای دو هفته تمرینات ما در کمپ آرسنال بود که رفته بودیم تمرین میکردیم و یک مربیش از نایجیریه بود که بسیار تمرینات بسیار خوبش میداد، بسیار مدرن میداد و از اون تجربه بسیار زیاد را گرفتم. با نماینده لالیگا در دبی او رو چند روز قبل دیدم، از اونا تقاضا کردم که اگر بتانند مو گروپ های کشفیشانه متوجه مناجان بسازند. مونا در فصل اول لیگ برتر افغانستان تیم هرات را تا نایب قهرمانی رسانید و در فصل دوم این لیگ با کابل توانست جام قهرمانی را بالای سر ببرد. مونا از آرزو با الگویش در فوتبال نیز برای ما میگوید. آل رونالدو و میسی را که بسیار زیاد میشناسن، مشهور هستن، میخوایم که مثل همونا مشهور باشم. در فعلا الگویی را کسا قرار ندادیم، بخاطر ازی که میخوایم خودم یک باشم. همیشه میخوای که تیم خود قهرمان بسازد، خاطر من خوش هستم که مونا از تیم. مونا پس از درخشش در رقابت‌های مختلف فوتبال از سوی فدراسیون فوتبال کشور در اواخر سال 2017 میلادی به تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت گردید و یک روز در میان زیر نظر علی جواد عطایی مربی تیم ملی بانوان در میدان سبز فدراسیون فوتبال تمریناتش را انجام می‌دهد. سطح تمرینات ما بسیار عالی است و ترنر ما بسیار تمرینات خوب را بر ما می‌ده. تصور نمی‌شه که از بانوان ایتو دختر رو به این سن قدرت توانایی بلند داشته باشه که داره. یک دستاورد بسیار خوب در ترکیب تیم ملی بانوان می باشه. مونا امینی در کنار اینکه فوتبال بازی می کند، دانش آموز صنف 11 لیسه اسماعیل حسن زینیز است. اما نبود مکانهای معیاری برای آموزش فوتبال در کشور یکی از کمبودی هایی است که نه تنها مونا بل برای همه نوجوانان نگران کننده است. در این دیدار نخست بازی را در بخش توپزنی بازیکنان تیم ممبئی ایندیان آغاز کردند و در 20 اوور بازی باز دست دادن 6 بازیکن خود 213 دوش را برای تیم رویال چلنجر هدف تعیین کردند که در بخش توپزنی برای تیم ممبئی ایندیان شرما خوب درخشید و توانست 94 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ انداختن برای تیم رویال چلنجر یادوف خوب درخشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. بازیکنان تیم رویال چلنجر بازی را در بخش توپزنی خوب آغاز نکردند و در 20 اوور بازی با از دست دادن 8 بازیکن هدف داده شده یک تیم حریف را برآورده نتوانستند و بازی را با تفاوت 43 دوش به تیم یاران نبی عیسی خیل واگذار کردند که در بخش توپزنی برای تیم رویال چلنجر ویرات کولی خوب درخشید و توانست 92 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ انداختن یاران نبی عیسی خیل ملی پوش کرکت کشورمان پانیدا خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار روهت شرما از تیم ممبئی ایندیان با درخشش در بخش توپزنی از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. بارسا با 82 امتیاز صدرنشین لالیگا است و 11 امتیاز نسبت به تیم دوم یعنی اتلتیکو مادرید فاصله دارد. در حالی که 6 بازی به پایان لیگ باقی مانده و بارسا تنها به 7 امتیاز برای مسجل کردن قهرمانی خود نیاز دارد، دیدار امروز برای آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آبی اناری ها که از لیگ قهرمانان حذف شدند، در 6 بازی اخیر خود در لالیگا 5 پیروزی و 1 تساوی کسب کردند و در فرم خوب قرار دارند. در حال حاضر وضعیت تیم بهتر است و ما برای بهبود وضعیت تیم گام‌های خوبی برداشتیم. امشب ما یک چانس داریم و برای بازی شنبه شب نیز چانس نهایی خواهیم داشت تا قهرمانی را به دست بیاوریم. ما قوی خواهیم بود.
در آن سو سلتاویگو با 43 امتیاز در رده نهم قرار گرفته و در فرم خوب قرار ندارند. آنها در 6 بازی اخیر خود 2 پیروزی، 2 تساوی و 2 شکست به ثبت رسانیدند. هوگو مالو و پابلو هرناندز به علت محرومیت قادر به همراهی تیمشان نیستند و سرژیو سمپر و ایوان راکیتیچ نیز غیرحاضران بارسا برای این بازی خواهند بود. رولا محمدی قهرمان نخستین دور رقابت‌های شب نبرد در افغانستان. روح الله محمدی میلی‌پوش کیک بوکس و ورزشکار مبارزات آزاد کشور در سال 1368 هجری خورشیدی در مرکز ولایت پنجشیر چشم به جهان گشود. روح الله برای نخستین بار ورزش کانگ فو را در سن 9 سالگی در دیار مهاجرت تحت نظر سید احمد حسینی در ایران فرا گرفت و 3 سال بعد عضویت تیم مهاجران افغان مقیم ایران را به دست آورد. او در مدت 3 سال توانست در مسابقات مختلف به نمایندگی از تیم مهاجران افغان در ایران با 3 مدال طلا دست پیدا کند. ورزش کانگ فو را شروع کردم در کلاب یاران، کانگ فو کاران یاران که تحت نظر استاد سید احمد حسینی رهبری می شد که ما در اون مدت وقتی که شروع کردم بعد 3 سال ما عضویت تیم مهاجرین افغانستان مقیم ایران پیدا کردم که در مدت 3 سال ما 2 مدال طلا و 1 نقره را به نفع تیم مهاجرین افغانستان در ایران کسب کردم. روح الله در سال 1384 به کشور برگشت و بنابر علاقه که به ورزش کیک بوکس داشت تمریناتش را در این بخش فشرده ساخت و توانست در سال 1385 عضویت تیم ملی کیک بوکس کشور را به دست بیاورد. در سال 1385 ما عضویت تیم ملی کیک بوکسینگ افغانستان را پیدا کردم که از اون زمان تا به حال عضویت تیم ملی کیک بوکسینگ افغانستان هم دارم که در این مدت ما 5 مدال طلا و یک کمربند طلا را از مسابقات جهانی، البته مختلف مسابقات جهانی به کشورم کسب کردم. مدت 13 سال پیش ما تمرینات خود پیش برد و 3-4 دور مسابقات تیم ملی قهرمان شد و باز به چندین کشوری که 30 مسابقه را رولا جان محمدی داد که خوشبختانه 4 مدال طلا و 1 کمربند. روح الله بعد از شرکت در رقابت‌های جهانی مبارزات آزاد در سال 2012 در یونان و بعد از بدست آوردن مدال طلا توانست جواز حضور در رقابت‌های مبارزات آزاد را در سازمان UFC به دست بیاورد، اما پس از برگشت به افغانستان نتوانست در این سازمان شرکت کند. او دلیل شرکت نکردنش را در این سازمان اینگونه بیان می‌کند: ما از اون مسابقات مدال طلا گرفته بودم، خواستم که بیایم افغانستان و از افغانستان دوباره دعوت شوم اشتراک کنم در اون مسابقه. وقتی که ما با مدال طلا در افغانستان آمدم، متاسفانه که نه تشویقی صورت گرفت و نه حمایتی صورت گرفت که ما باز در این مسابقات اشتراک کنم. دلیلش مشکلات تربیت بدنی در اون زمان بود. روح الله تا حال 3 مسابقات آماتور و 2 مسابقه حرفه‌ای در بخش مبارزات آزاد در کارنامه دارد که در دومین مسابقه حرفه‌ایش در رقابت‌های شب نبرد توانست حریف روسیه‌اش رمضان اسماعیلوف را شکست دهد. برای آمادگی خوب گرفتم، اما استراتژی یا آمادگی‌های خاص خود اگرش گرفتم، چرا او را ما پیدا کرده بودم که چی بود و چی داشت. روح الله از آرزوهایش نیز به ما میگوید: همونطوری که نیروهای امنیتی افغانستان سینه خودانه سپر میکنن به خاطر عشق به وطن و مردمش، میرن به خط اول به جنگا و یا به محافظت ما استاد میشن و ما جوان ها میخواییم که به کشور ما افتخار کسب بکنیم. روح الله در کنار این که خودش یک ورزشکار است، در دو رشته ورزشی کیک بوکس و مبارزات آزاد شاگردان نیز به جامعه ورزش تقدیم میکند. پیش خود استاد روح الله تمرین میکنم که استاد روح الله یک ترینر موفق و یک استاد موفق است. ما راه از او را پیش گرفتیم که انشاءالله مثل خود روح الله محمدی یک قهرمانی باشم که در آینده بر افغانستان پیشم. روح الله محمدی در کنار این که توانست در نخستین دور رقابت‌های شب نبرد حریف روسیش را شکست بده، حالا برای سومین دور رقابت‌های شب نبرد قرار است تا 2 ماه دیگر در همین قفس برگزار شود آمادگی می‌گیرد.